روز 22 آپریل روزی برای ارتقای آگاهی و آموزش درباره مسائل محیط زیستی و ترویج فرهنگ حفاظت و پاسداری از زمین است. در پی بحران‌های محیط زیستی همچون افزایش گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین، آب شدن یخچال‌های طبیعی قطب‌ها، افزایش صنایع و محصولات سمزا و کاهش جنگل‌ها، این روز روزی برای قدردانی از زمین و آموزش‌های محیط زیستی نامگذاری شده است. رسم روز جهانی زمین پاک را فعال صلح جان مک‌کانل ابدا کرد و در سال 1969 در اجلاس یونسکو به صورت رسمی معرفی شد. هدف این هست که جلب شود، معطوف ساخته شود توجهات اقشار مختلف جامعه و جوامع مختلف، کشورهای مختلف، فعالین سکتور صنعت و تجارت، بخش‌های مختلف علمی، اکادمیک و عامه مردم و موضوع مهم حفاظت از محیط زیست. چرا که انقلاب صنعتی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی، استخراج معادن و استفاده از زمین یا تغییر رویکرد استفاده از زمین و وارد آمدن تغییرات و یا تاثیرات بالای جنگل‌ها، ساحات جنگلی مختلف در کشورهای مختلف و نقاط مختلف زمین، اینا همه به اشکال مختلف بالای کیفیت محیط زیست، بالای انواع موجودات حیه، انسان‌ها، نباتات و حیوانات تاثیرات منفی زیادتر اعمال کرده بودند که در نهایت دانشمندان حفاظت حیات و حفاظت صحت انسانی اونا بر این نتیجه رسیدن تا روزی بالاخره انتخاب شود که به عنوان یک روز نمادین به خاطر جلب توجه عامه مردم در کشورها و خاطر حفاظت محیط زیست از این روز تجلیل به عمل بیاید تا ما بتانیم در بخش‌های مختلف حفاظت محیط زیست توسط مردم و اقشار مختلف در فعالیت‌های انسانی لحاظ بکنیم. کشور ما افغانستان سرزمینی خشک و کوهستانی است و طور کلی میتوان گفت که گرما در سرزمین‌های خشک شدید است. از این رو ایجاد جنگل‌های مصنوعی در تعدیل آب و هوا اثرات مفیدی خواهد داشت. در بعضی از نقاط جهان با ایجاد جنگل‌های مصنوعی در سطح وسیع تغییرات گسترده‌ای در این مناطق به وجود آورده‌اند. پوشش نباتی گرمای زمین را کاهش می‌دهد. نبود جنگل در اغلب نقاط کشور ما و تخریب پوشش نباتی در چند قرن اخیر در این سرزمین باعث به هم خوردن تعادل حرارت زمین و محیط زیست شده است. از بین رفتن گیاهان و درختان هر منطقه‌ای ساکنان آن را وادار می‌کند تا از آنجا کوچ کنند. بنابراین می‌توان گفت جنگل عامل کاهش گرما و مایه دلگرمی مردم برای زندگی است. و اما زباله‌ها. زباله‌ها در تخریب و آلودگی محیط زیست نقش زیادی دارد و عناصر اصلی تشکیل دهنده محیط زیست یعنی هوا، آب و خاک را به شدت آلوده و تخریب می‌کند. زباله‌ها نه تنها باعث تخریب و آلودگی محیط زیست می‌شود، بلکه بسترساز پیدایش انواع بیماری‌ها نیز هست که بر اثر این بیماری‌ها بسیاری از انسان‌ها جان خود را از دست می‌دهند. نسبت به محیط زیست، نظافت فردی، اجتماعی و تمام امور که مربوط به این مسائل می شود، اسلام مانند دیگر مسائل توجه بسیار زیادی داشته. چون اسلام یک دین جهانی است، یک دینی است که تا روز قیامت برای ما قوانین و مقررات داره. نسبت به نظافت هم می بینیم مطالب بسیار جالب، در حدی که اگر رعایت نکنیم مرتکب گناه کبیره شدیم و حرامی را ما انجام دادیم. به همین لحاظ در روایات مختلفی در منابع مختلف که اسناد معتبرم دارن هم به نظافت فردی تأکید شده، هم به نظافت اجتماعی و هم به حفظ محیط زیست و نظافت محیط زیست عرض کنم که تأکید شده است. من چند نمونه از اون روایت رو خلاصه اش رو بیان میکنم، نمیخوام متن عین روایت رو بخوانم، فقط خلاصه مجموع روایت رو بیان میکنم. ما دستوراتی داریم از قبیل این که
هر چیزی که خوردنش، حالا چی از استنشاق باشه چی نوشیدن باشه، برای بدن انسان ضرر داشته باشد، خوردنش حرام است، مگر اینکه یک مجبوریتی در کار باشد. این نسبت به اون نظافت فردی میخوام اشاره کنم. یا مثلا ما در روایت داریم زباله ها را شب در خانه خود نگه ندارید و آن را روز به بیرون از خانه منتقل کنید. این باید هم اشاره به اون نظافت فردی دارد، هم به محیط دارد. ما باید محیط خانه را هم حفظ کنیم. یا مثلا ما در روایت داریم از ایجاد آلودگی کنار آب روان، جوی روان، جوی خوشگوار، وزیر درخت میوه‌دار، یا در مسیر راه باید خودداری بشه. کسی حق نداره بره اونجا عرض کنم که به حساب تخلی کند و ایجاد آلودگی کند. در یک سری روایت داریم اگر رستاخیز قیامت برپا شد و نهالی در دست یکی از شماست، اگر می توانید آن را بکارید. حتی در روز قیامت این اشاره شده است و صدها توصیه دیگری که برای ما در اسلام آمده. مثلا خاکروبه ها را نگذارید جایی جمع بشه، چون مضمون روایت داریم که اونجا منزلگاه شیطان می گردد. یا درباره مثلا مسواک زدن که از رسول خدا منقول است که عرض کنم اگر بر امتم ظاهرا سخت و حرجی نبود من واجب می کردم که هرگاه وضو می گیرن اینا مسواک هم بزنن، دندانهای خود را پاک بگردانن. و از این توصیه ما مکرر داریم که میتونید خلاصه کنیم در یک جمله کو حدیث معروف است که منقول از نظافت و من الایمان، نظافت جز ایمان است و اسلام به همه اینا اهمیت داده است. با توجه به پیامدهای خطرناک تخریب محیط زیست، بر اساس فقره دوم ماده 819 کد جزا، انداختن زباله ها یا کثافات در سرک، راه عامه، میدان یا تفریحگاه عمومی یکی از مصادیق جرایم زیست محیطی است. البته با وجود دستورها و احادیث فراوان در دین مبین اسلام، نظافت فردی و اجتماعی مسئله مهم به شمار می رود و این مهم به یک وجیبه دینی و اخلاقی مبدل شده و هر مسلمان ملزم است تا در حفظ پاکی و بهداشت فردی و عمومی در بهترین وضع باشد.